ناشاد کجا روید کشور شود. یک مسیر میخواستم برم، حالا کلی باید دور بزنم، دور خوب، خاطر که مسیر را ما بمب پیدا کردن و میخواین بمب خونسا بسازن. سلام، وقت شما بخیر، آرزوم تندرست و کامگار باشین و روزگار شما پر از شادمانی و آرامش باشه. من جاوید صادقی هستم. اگه تا حالا عضو کانالم نشین، دوست کنیم لازم کانال رو سابسکرایب کنین و او علامت زنگوله رو هم بزنین. من اینجا بزنم که اول چی بشه، فوکس بشه، او علامت زنگوله رو هم بزنین تا در آینده اگر من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشین و خیلی راحت بتونین ویدیو جدید من هم تماشا بکنین. امروز هم خوشحالم و هم ناراحت. خوشحال به این خاطر که میگم، البته دلیل هر طور میگم، خوشحال به این خاطر که بعد از تقریبا 5.5 سال من میخوایم بوس سواری بکنم، اتوبوس سواری بکنم، من به طبقه دوم، البته بوس های دو منزله منظور منه، چون قبلا هم بوس سوار شدم، مزه میده و لذت میبرم، به خاطر که معمولا بوس هایی که در اروپا هست هم ارزان تره نسبت به دیگه وسایط نقلیه اگر شما مسیرهای طولانی میریم، و هم اگر دو طبقه باشه و اینجا شما بشین و بتونین فضا ببینین، خیلی قشنگ، محیط مقبول میبینین، اتوبان میبینین، مناظر طبیعی میبینین اگر مسیرهای خیلی خوب ارتقا بکنه، و همچنان بیشتری از اتوبوس ها اینترنت داره، شما میتونین اینترنتش استفاده بکنین، در بین اتوبوس میتونین راحت اگه این میخوام سر صدا نباشه مطالعه بکنین، چون مثل من که حرف میزنم بقیه هم کنار من نشستن صحبت میکنن. این فضا رو خیلی یاد کرده بودم، دلتنگ این فضا شده بودم قبل از کرونا، این فضا بود و فراهم بود، آدم میتونست چنین فضایی داشته باشه که با بقیه مردم سفر بکنه، شاید از این طریق آدم بتونه دوستان جدیدی پیدا بکنه، با دوستان جدیدی آشنا بشه، و اینا هم از خوبی های اتوبوس سواری بود به نظر من. قیمت ارزان، اینترنت دارین، شما میتونید مطالعه بکنین، از وقت خوب استفاده بکنین، باعث آلودگی هوا نشین، چون اگر قرار باشه یک نفر یک مسیر طولانی رو با یک موتور بره هم خطر داره، هم باعث آلودگی هوا میشه، هم مصرف زیاد میشه. به نظر من اتوبوس سواری خیلی خوبه. اما چه ناراحتم، ناراحت به این خاطر که بقیه چقدر شاید گوش بکنن که یه چیز زبان صحبت میکنه، اگر فارسی زبان هم که پشت سر هم باشه خیلی فرق نشه، ولی بسیار جالبه. ناراحت به این خاطر میه کمی که نه ناراحت نیم، احساس خوبی ندارم، نمیتونم اسمش ناراحتی بذارم، احساس خوبی ندارم به این خاطر که ما از یک کشور جنگ زده فرار کردیم، آمدیم که یک جای آرامش داشته باشیم تا بتونیم برای خودمون و بعدن برای بقیه هم اگه بتونیم کمکی بکنیم، اما همینجا هم آرام نیستیم، به خاطر که مسیری که من طی می‌کردم زمان بیشتری می‌طلبه، حالی که من اون مسیر برم، به خاطر که او راهی که من می‌رفتم بند شده و یک دونه بمب پیدا کردم. قرار این بمب خونسا بسازند و کسایی که این مسیر میرن اجازه ندارن برن، مسیر قطار بند شده، البته من به قطار میرفتم قبلا، این مسیر طرف های بریمن و اوسنابروک هست. من قبلا یک سایت باز کردم، خبرها رو خواندم، برام جالب بود، حدود 10,000 نفر باید خانه های خود ترک بکنن، از خانه ها بیرون بشن، برن به مکان های دیگه برن تا که بمب خونسا بشه و بعدا مردم میتونن به خانه ها خود برگردن. البته این بمب هم از جنگ جهانی دوم، از بمبایی که از اون موقع مونده، بمبای زیادی در آلمان هست که مثلا میگم در یک ویدیو در مورد بمبای باقی مونده از جنگ جهانی دوم حتما برای شما معلومات بدم. یک کمی احساس بدی بریم من میداد که نگاه کو، ما اگر چی از جنگ فرار کردیم، ولی هنوز هم خبر جنگ و آثار جنگ در اطراف ما هست و گاهی تجربه میکنیم. به هر حال میگن ناشد کجا رود که شاد شود. خواستم فقط احساس خور با شما به اشتراک بگذارم که چی احساس دارم، ولی اگر او خبر بعد شنیدم عوضش بوس سواری میکنم، خیلی مزه میده، و این اتوبوس هم مستقیم به مسیر بریمن میره، وسط راه استاد نمیشه. پیشنهاد میکنم برای شما نظر به تجربه من سعی کنین حتما اگر جای دور میرین با اتوبوس برین، با وسایط نقلیه عمومی برین، و اگر شما تجربه دارین خیلی خوب، اونایی که ندارین برای شما میگم سعی کنین فلیکس بوس و بوس های دیگه که هست، شرکت هایی که هستن، اونا رو پیدا کنین، با قیمت های بسیار کم خیلی راحت میتونین مسیرهای بسیار طولانی رو برین، حتی از یک کشور به کشور دیگه برین، کشورهای اروپایی مثلا از آلمان برین به فرانسه، با هلند برین به دیگه کشورها برین، با قیمت بسیار کم. اگر بتونین قبلا تیکت بوک بکنین، بعضی وقتا میشه مسیری که شما ممکنه به قطار یا موتر، اگر با موتر برین ممکنه رو 300 یورو 400 یورو 200 یورو مثلا تیل موتر مصرف بکنین، و خستگی راه هم باشه، خطر راه هم باشه، میتونین بعضی وقتا رو به 10 یا 15 یورو مسیر طی بکنین و راحت بتونین سفر بکنین و از مسیر راه لذت هم ببرین.
نگرانی رانندگی ندارین و خیلی راحت میتونین مسیری که دوست دارین شما برید. به هر حال میتونم کنم زیاد صحبت کردم، خواستم فقط و فقط احساس خوب رو شما به اشتراک بذارم و پیشنهاد بکنم که حتما اگر جایی میرین سفر میکنین، کوشش کنین فقط از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنین تا هم کمک کرده باشین به اقتصاد خود خو، هم به محیط زیست ضرر نرسونده باشین. من نگاه میکنم این طرف رسیدین و همچنان از وقت خواهم استفاده کافی کرده باشین. تو صدام گوش به غیر ناراحت نکرده باشه، بهتر خداحافظی بکنم و برای شما وقت خوب و خوش آرزو بکنم. تندرست باشین کامگار همین لحظه. لک لک یاد شما داره. خوش باشین، خدا نگهدار شما.